به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس 25 ریاضی سنف نو در این درس خود ما و شما معادله خط مستقیم را میخوانیم البته معادله خط مستقیم را بعد از اینکه ما و شما کوردینات قایم یا کوردینات دیکارتی را شناختیم بعد از او دریافت نقطه را در روی کوردینات قایم کار کردیم فاصله بین دو نقطه را در روی کوردینات قایم کار کردیم به می ترتیب ما و شما یاد گرفتیم که خطوط در چی حالت با همدیگر موازی هستند در چی حالت با همدیگر عمود هستند و یا میشه حالت عمومی را داشته باشه میل خطوط را هم ما و شما مطالعه کردیم آلی با در نظر داشتنی این مسائل که ما و شما خواندیم میتانیم مادله خط مستقیم را بخوانیم و یاد بگیریم مادله خط مستقیم به این معنا هست که شما بر یک شکلی که خط مستقیم هست بر از اون میتونید یک معادله نوشته بکنین و ای بسیار دلچسب است پس برای از اینکه چطور ما شما یک شکل را داشته باشیم بعد بر از یک معادله نوشته کنیم و یا میشه یک زمان برعکس باشه ما شما یک معادله داشته باشیم بعد بر از او یک شکل را رسم بکنیم پس هر دو مورد میتونه بسیار دلچسب و جذاب باشه بر ما شما که هندسه تحلیلی به خاطر بسیار اگر بخش مهم در هندسه هست که با ریاضی و با, با ها و معادله های ریاضی بسیار رابطه دارن و بر ما و شما هم خیلی زیاد مهم هست خب به این ترتیب پس درس امروز خدا میبینیم که چی بحثایی را در کتاب شما آورده و از اینا ما و شما چطور میشه بالاخره معادله خط مستقیم را رسم بکنیم در بحث معادله خط مستقیم گفته چند نقطه را روی خط شکل مقابل انتخاب کنید مثلا روی از این شکل که ما و شما داریم میتونیم روی شکل هر نقاط خواسته باشیم انتخاب بکنیم گفته چی رابطه بین فاصله و ترتیب نقاط روی خط میبینید؟ شاید کمی جمله بر شما مشکل باشد که چی رابطه بین فاصله و ترتیب فاصله هدفش محور X هست و ترتیب هدفش محور چی است؟ محور Y هست شما هر نقطه را که در نظر بگیرید، مثلا من این نقطه را در نظر بگیرم دو واحد روی محور X فاصله داره دو واحد روی محور چی فاصله داره؟ روی محور Y فاصله داره به همین ترتیب کم پایین بیایم در اینجا اگر این نقطه رو در نظر بگیریم یک واحد با محور x فاصله داره یا بگیم یک واحد روی محور x فاصله داره و یک واحد روی محور y از نقطه صفری یا از مرکز کوردینات قایم یا کوردینات دکارتی فاصله داره که به این ترتیب پس ما و شما هر که نقاط روی خط مستقیم انتخاب بکنیم قیمت هایش روی محور X و روی محور Y تغییر میکنه به زمانی که قیمت ها روی محور X و روی محور Y تغییر بکنه پس به این ترتیب ما شما میتونیم نظر به قیمت ها خط مستقیم را رسم هم بکنیم که برعکس کار ما شما هست خب پس به این ترتیب یک فعالیت ما شما داریم این فعالیت را مرحله به مرحله انجام میتیم تا اینکه بعض مسائلی که وجود داره شما متوجه و مسائل شوید گفتن نقاط A یک و منفی یک B منفی دو و دو C چار و منفی چار و D منفی سه و سه را روی کمیات وضعیه وز... مشخص کنید ما هم همی کار را انجام میتیم پس در این بار ما و شما ما قایم را با قیمت های مثبت و قیمت های منفی داریم که به این ترتیب رسم میکنیم و میبینیم که چطور باید دریافت شود البته مرکز کوردینات قایم او هست و سمت راست محور x یا بگیم جهت سمت راست محور اکس با بالامی مثبت جهت سمت چپ بالامی منفی طرف بالا با علامی مثبت محور وای و طرف پایین هم با علامی منفی محور وای هست که ما شما به این ترتیب داریم نقاط را که از ما شما خواسته که روی کوردینات قایم مشخص کنیم این نقاط را مشخص میکنیم اما قبلش باید تقسیمات را یا واحد های مساوی را باید روی کوردینات قایم ما شما جدا بسازیم م. که به این ترتیب مثلا نقطه یک دو سه چار پنج یک دو سه چار و بالاخره پنج که به این ترتیب ما شما داریم به سمت مثبت محور وای هم وای هم نقاط را جدا میکنیم که دو این نقطه سه این چار و بالاخره نقطه پنج یک دو سه چار و بالاخره پنج به سمت چپ محور اکس هم با فاصله های مساوی نقاط را جدا میکنیم به این ترتیب به این شکل منفی یک، منفی دو، منفی سه و منفی چار به سمت محور وای طرف پایین هم به این شکل فاصله های مساوی را جدا میکنیم و با علامه منفی نامگذاری میکنیم که منفی یک، منفی دو، منفی سه، منفی چار و منفی پنج است. آل هر چند نقطه ای که ما و شما خواسته باشیم که از همین محدودی قیمت ها بیرون تر نباشه میتونیم در این کوردینات قایم قیمتش دریافت بکنیم مثلا نقطه اولی که برای ما و شما دادن نقطه A یک و منفی یک است در اینجا لیست میکنم A یک و منفی یک یعنی قیمت X یک است قیمت Y منفی یک است پس به این ترتیب میاییم قیمت اکس را یک داریم قیمت Y را منفی یک داریم پس این نقطه شد نقطه A که ما شما دریافت کردیم نقطه بعدی ما شما نقطه B هست نقطه B کوردیناتش منفی دو و مثبت دو هست منفی دو و مثبت دو پس X ما شما این بار منفی دو هست و Y ما شما هم قیمتش مثبت دو است. پس به این ترتیب از قیمت Y موازی با محور X از قیمت X موازی با محور Y نقطه B را هم به این شکل جدا می سازیم خب ال نقطه C را رسم میکنیم نقطه سی با شما دارای کوردینات مثبت 4 و منفی 4 هست x 4 y هم چی است منفی 4 هست که به این ترتیب با شما داریم خب پس این نقطه را جدا می x اش قیمت 4 از یک 2 3 4 به این ترتیب روی محور x و روی محور y منفی 4 به این شکل خط موازی با محور x از روی محور وای و موازی با محور, محور وای از نقطه 4 محور x پس این نقطه نقطه سی میشه که ما شما در اینجا داریم و بالاخره نقطه آخری ما شما نقطه دی هست نقطه دی را با کوردینات منفی 3 و مثبت سه داریم یعنی اکسش منفی سه است وایش مثبت 3 است پس به این ترتیب ما شما منفی 3 را که روی محور اکس هست موازی با محور وای و از مثبت 3 که روی محور وای هست موازی با محور اکس رسم میکنیم و بالاخره نقطه دی را ما شما به اصطلاح بدست آوردیم و یا بگیم رسم کردیمش خب حال ببینیم در فعالیت دیگه از ما شما چی خواسته گفته از وصل کردن این نقاط با هم کدام شکل حاصل می شود وقتی این نقاط را ما شما با همدیگر دیگر رسم کنیم یا بگیم وصل شوند با هم دیگر چی شکل می تانیم که حاصل بکنیم خب پس این نقاط را با هم وصل می کنیم ببینین به این شکل تا به مرکز کوردینات قایم از مرکز کوردینات قایم و بالاخره تا به با نقطه سی شروع ما شما نقطه دی هست اگر از طرف بالا در نظر بگیریم و خط مشمام نقطه سی و یا بگیم خط سی دی هم میتونیم بگیم شک در اینجا رسم شده خب آل ما شما این نقاط رو با هم وصل کردیم میبینیم که دیگه از ما شما چی خواسته گفته آیا نقاط یک یک یعنی ای یک, یک و B سفر سفر روی این شکل قرار دارن و یا قرار ندارن البته A ما شما یک, یک اگر در نظر بگیریم و B ما و شما صفر صفر در نظر بگیریم این نقطه A ای که بعدا برای ما و شما گفته و اینجا م نقطه B که ما و شما کوردیناتش از صفر صفر گفته در مرکز کوردینات قایم قرار میگیرن اینا رو میبینیم نقطه یک یک ما و شما روی خط مستقیم قرار ندارد ولی نقطه صفر صفر ما شما روی خط مستقیم قرار دارد که ما و شما در این شکل تانستیم بعد است بیاریم خب پس به این ترتیب گفته نتیجه فعالیت فوق را می توان به صورت کلی طور زیر بیان کرد رابطه های چون وای مساوی به x و وای مساوی به منفی x که رابطه بین فاصله و ترتیب نقاط روی یک خط را نشان می دهد معادله خط مستقیم گفته می شود یعنی ما و شما اگر وای را مساوی به مثبت x داشته باشیم و یا وای را مساوی به منفی x داشته باشیم اینمی وای مساوی به مثبت x و یا منفی x برای ما و شما نشان دهنده معادله یک خط مستقیم هست که البته این نشان دهنده معادله یک خط مستقیم در حالت کلی نیست یک خط مستقیمی که مثل ما شما در فعالیت انجام دادیم مثل از یک خط مستقیم است که از مرکز کوردینات قایم میگذره و تحت زاویه 45 درجه در ناحیه اول و سوم و یا در ناحیه دوم و چهارم قرار میگیره که نشان دهنده این رقم یک خط مستقیم است گفتم میدانیم از هر دو نقطه در یک مستوی تنها و تنها یک خط میگذرد و این معناست است که برای ترسیم یک خط مستقیم ما فقط دو نقطه نیاز داریم برای ترسیم یک خط مستقیم دو نقطه اگر وجود داشته باشد کافی است میشه شم شما خط مستقیم را ازش ترسیم بکنیم پس دو نقطه نیاز هست تا یک خط مستقیم رسم شود حال میخواهیم معادله خط را که از دو نقطه کیفی بگذرد پیدا کنیم که به ترتیب برای یه حالتی که ما و شما رسم کردیم وای مساوی به ایکس و وای مساوی به منفی ایکس کفایت میکنه حالا ما شما یک فعالیت دیگه داره میخوایم این فعالیت رو انجام بدیم نظر به این فعالیت مثل کتاب شما گفته بود معادله رو میخوایم دریافت بکنیم که از دو نقطه در روی یک خط مستقیم مگذره یعنی دو نقطه ای که نیاز هست برای ترسیم یک خط مستقیم فعالیت داریم در فعالیت ابتدا چی گفته گفته دو نقطه کیفی a 1 y و bx 2 y دو را در سیستم کمیات وضعیه مشخص کنید وقتی دو نقطه کیفی را ما و شما داریم می خواهیم که در سیستم کمیات وضعیه اینا را مشخص بکنیم و یا بگوییم که در سیستم کمیات وضعیه نقاط را دریافت بکنیم خب، در ابتدا محور Y را ترسیم میکنم بعد به همین ترتیب محور X را ترسیم میکنم که ما و شما بتانیم این نقاط را در روی محورات X و Y داشته باشیم و یا بگیم در روی محورات X و Y نشانی بکنیم که به این ترتیب محور Y و به سمت منفی هم محور X و محور و Y شما داریم خب، در اینجا ابتدا میشه که این فاصله های مساوی را جدا بکنیم یک، دو، به این ترتیب سه و چهار و به این ترتیب یک، دو، سه و بالاخره چهار در اینجا این محور ما شما داریم محور X به سمت بالا یا محور ترتیب را نامش محور وای میگذاریم که در اینجا حال ما و شما چون فاصله هایی که برای ما و شما برای x1 و وای 1 و همچنان برای x2 و وای 2 گفته شده این فاصله ها کیفی هست بنان به نان او خاطر نشانی هم نمیکنیم نیاز به نشانی کردن نداریم یعنی یک دو سه نوشته نمیکنیم اول گفته ای x1 وای 1 را نشانی کنین در این را که در اینجا ما میخوایم ای x1 وای 1 را موقعیتش را دریافت بکنیم که امی موقعیت ای اکس یک و وای یک هست. یعنی در اینجا نقطه که ما و شما داریم نقطه ای هست. کوردینات اکسش اکس یک هست. کوردینات وایشم وای یک هست که به این ترتیب ما و شما رسم کردیم. بعد از او گفته نقطه البته بی اکس دو وای دو را دریافت بکنید. ببینید در اینجا از محور Y موازی با محور X و از محور X موازی با محور Y رسم میکنیم به این ترتیب این نقطه را دریافت میکنیم که نقطه ما شما چی است؟ نقطه B X2 و Y2 هست که به این ترتیب ما شما دریافت کردیم پس یک نقطه A داریم و یک نقطه چی داریم؟ نقطه B داریم خب اگر نقاط A و B با هم بصل شوند چی به دست می آید؟ وقتی ما شما نقطه A را با نقطه B وصل کنیم طبعا ازش یک خط مستقیم بعد است که ما و شما اینا رو با هم وصل میکنیم نقطه A را با نقطه B وصل میکنیم که به این ترتیب ما و شما میشه یک خط مستقیم از ترسیم از اینا بدست بیاریم و یا بگوییم یک خط مستقیم از ترسیم از اینا حاصل شد که به این ترتیب خط مستقیم را نامش رو میگذاریم خط مستقیم AB خب پس به این ترتیب گفته یک نقطه کیفی دیگر مانند ام که کوردیناتش x و y هست را بالای خط مستقیم ای بی در نظر گرفته نشانی کنید خب مثلا ما در اینجا یک نقطه را نامش ام میگذارم به ترتیب که کوردینات ام هم چی است X و y هست که به ترتیب میشه در یک طرف نوشته کنیم که کوردیناتش هم بشه براحتی لیست کنیم ام x ای و وای به ترتیب حال میایم از ام یک خط موازی با اصطلاح با محور y بالای محور x جدا میکنیم و یک خط موازی از با محور x بالای محور y جدا میکنیم که این نقطه x هست و این نقطه چی است؟ y هست البته ای x یک بوده ای x دو بوده که قبلا داشتیم این ما شما y یک بوده و این هم y 2 بوده که قبلا ما شما داشتیم و رسم کرده بودیم پس به این ترتیب ما شما اینا را جدا کردیم و حالا میبینیم که چه بحث های دیگه را میتونیم داشته باشیم نظر به با فعالیتی که شما دارین در کتابتان گفته از نقاط A، M و B بالای محورهای X و Y عمودها رسم و نامگذاری کنید ما و شما یک قسمت را از قبل انجام دادیم و عمودها را رسم کردیم و نامگذاری کردیم از فعالیت بالا چی نتیجه را ما و شما میتونیم بدست بیاریم مادله خط مستقیمی که از نقاط A، X1، Y1 و B، X2، Y2 بگذرد و نقطه ام نیز بالای این خط مستقیم قرار داشته باشد دارای شکل زیر هست که در این جگه ما و شما خواسته باشیم میتونیم یک استفاده ببریم نظر به دریافت میل خط مستقیم که در درسای قبلی خود ما و شما خوانده بودیم خب اگر به اساس میل ما و شما عمل بکنیم یا تان مانده باشه میل مساوی بود به y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 یعنی ما شما در اینجا دو قطع خط در نظر بگیریم و مایل هایشان اگر دریافت بکنیم میتونیم که چون خط مستقیم با اصطلاح روی یک مسیر قرار داره و تفاوت هم با وجود نامده و یک نقطه مشترک هم در بالاش داریم که در درس قبلی هم ما شما خوانده بودیم که اگر یک زمان ما شما سه تا نقطه را بالای خط مستقیم داشته باشیم و اگر به دو قطع خط هم تقسیم بکنیم به این معناست که اینا دارای مایل های چی هستند مساوی هستند یا بگوییم دو خطی که سه نقطه شان به اصطلاح مشترک باشد میتونه که بالای همدیگر منطبق باشه و به معنای مساوی بودن میل هایشان است پس از اون موضوع در اینجا ما و شما استفاده کرده میتونیم و قیمتش دریافت میکنیم که بر ما و شما بحث اولی که وجود داره میتونیم بگوییم که در اینجا البته x2 منفی y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 یعنی ما و شما چی رو مقایسه میکنیم خط B را نقطه A و شما با نقطه B پس Y2 منفی Y1 اک بر X2 منفی X1 که نشان می که ما و شما میلی خط مستقیم را میتونیم دریافت بکنیم یا بگه میلی خط مستقیم موازی هست با Y2 منفی Y1 اک بر X2 منفی X1 که در اینجا داریم بعد اگر بیایم قسمت از نقطه A تا نقطه M را مقایسه بکنیم چی میتونیم نوشته بکنیم در اینجا امو خط مستقیم هست پس اگر مایلش هم دریافت بکنیم پس دارای عین مایل هست چون خط مستقیم مسیرش تغییر نکرده و تغییر هم نمیکند پس به این ترتیب ما شما نوشته میتونیم که در اینجا باز هم ام یا مایل مساوی است برای امو خط مستقیم البته ای بار کوردینات ما شما x2 و y2 نداریم بلکه x و y داریم پس نوشته میکنم که y منفی y بر x منفی x1 خب در اینجا میدانیم که عین خط مستقیم هست و مایل ها هم با هم دیگر مساوی هستند بنابراین وقتی سمت چپ معادله ما و شما که مایل ها بوده اینا با هم مساوی باشند پس سمت راست معادله ما و شما هم میتونه با هم دیگر مساوی باشند بنان چون امها ها با هم دیگر یا مایل ها بگیم با هم دیگر مساوی هستند پس میتونم نشته کنم که y منفی y1 بر x منفی x1 مساوی هست و y2 منفی y بر x2 منفی x1 که x2 به ای ترتیب مو شما به دست آوردیم خب پس از مایل استفاده کردیم وقتی از موضوع مایل استفاده کردیم چیکار کردیم ابتدا مایل خط مستقیم کامل را که خط AB هست دریافت کردیم که x2 و x1 و y2 و y1 را داشتیم از نسبت y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 مایل خط مستقيم B را دریافت کردیم به همین ترتیب بعدن این قسمت خط مستقیم را که منطبق بالای خط مستقیم ای بی است که عین میل را هم داره پس ما شما چی کار میکنیم؟ از اینجا میل را دریافت میکنیم که Y منفی Y1 بر x منفی x 1 میلی قطعه دومی دریافت میشه چون میل ها با هم دیگر مساوی هستن بنابراین پس دو طرف مساوات هم میتونه با هم دیگر در حالت مساوی قرار بگیرن اما میشه که تغییر شکل جزئی هم روش بیاره مثلا به ای ترتیب اطراف خود را ضرب x منفی x1 بکنیم به ای شکل y منفی y1 مساهم میماند به y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 در اینجا که ضرب کنیم x منفی x1 را با این خلاص میشه در سمت راست که x منفی x1 نداریم x2 منفی x1 داریم بران خلاص شده نمیتونه به این ترتیب میماند ضرب در x منفی x1 که به این ترتیب ما شما لست کردیم و یا بگیم نوشته کردیم پس ما و شما در اینجا تا نیستیم که با استفاده از مل رابطه و یا بگویم معادله خط مستقیم را ثبوت بکنیم و معادله خط مستقیم را حاصل کردیم که واي منفی واي 1 مساوی از کسر Y2 منفی Y1 بر X2 منفی X1 ضرب در قوت X منفی X1 امروز ما و شما در این درس خود معادله خط مستقیم را دریافت کردیم در درس بعدی خود سوالات مربوط به معادله خط مستقیم را کار بکنیم و میبینیم که چطور باید نظر به با به اصطلاح معادله چطور خط مستقیم را رسم بکنیم و یا اگر خط مستقیم را داشته باشیم چطور میشه معادلش را نوشته بکنیم درس امروز ما در امین به پایان برسه تا درس بعدی همه شما را به خداوند بزرگ و بنیاز میسپارم شاد و موفق باشید